بسم الله الرحمن الرحیم. رب شرح لی صدری و یسر لی امری و حلو لقدت من لثانی افقه و قولی. شاگردای عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بازم به ادامه درسای ریاضی صنف 12 هم به خدمت شما هستیم. فصل دوم هم میخوانیم که مربوط مشتقات میشه و درس امروز ما درس 24 هم از دوستای عزیز که مربوط صفحات 44 و 46 کتاب شما میباشن. خب دوستا، ما مشتقات می خواندیم و به خاطری که مشتقات بیاموزیم اول روی مسائل میل حرف زدیم. در درس گذشته میل خط مستقیم تشریح کردیم و یک کمی هم روی میل پرداختیم وقتی که در یک منحنی کار میکردیم، یعنی خط منحنی داشتیم و دقیقا همین مثال در نظر گرفته بودیم، وای مسایی به اکس مربع و گفتیم که میل ازیر در نقطه یک یک پیدا کنیم. درست دوستا؟ و کارخانگی هم برتان دادم، مطالعه همی صفحات که ما خوانده بودیم و همی مثال دقیقا کارخانگی هم به شما دادیم، گفتیم جدولی که در کتاب داده او را یک بار مطالعه کنین و آنچه ما کار کردیم او را یک بار در نظر بگیرین، چون دقیقا از کتاب شما کار کرده بودیم. دوستا امروز میخواییم باز هم از همین قسمت شروع کنیم، همین مثال کار میکنیم، وای مساوی به اکس مربع گرفتیم که یک پارابولاست که مرکز رأس پارابولا دقیقا در مبدای کمیات وضعی است. میبینیم اگر یک بگیره یک مربع یک میشه و منفی یک یک میشه و اکس اگر دوره بگیره چار و اگر منفی دوره بگیره من مثبت چار میشه. دوستان میخواییم که میل در نقطه یک یک دریابیم و یک نقطه رو هم به نام کیو در اینجا که در نظر گرفتیم که خط پی کیو در حقیقت یک خط قاطع است، یعنی که پارابول ما را قطع کرده. خط کیو دوستای معظم ای اگر یک باشه یک جمع کیو، یعنی فاصله کیو، کیو چقدر در کجا موقعیت داره؟ ما گفتیم نقطه پی یعنی وقتی که اکس یک باشه یک مربع شود پس یک وایش هم یک میشه، ولی اگر یک ما بگویم که یک جمع اچ، درست؟ اگر کیو ایخو یک است، از یک پیش بیایه برابر به اچ، از یک پیش آمد برابر به اچ، پس از این فاصله مرکز تا به این قسمت چقدر میشه؟ وقتی که یک باشه و این هم اچ باشه، پس یک جمع اچ یعنی از این قسمت تا به این قسمت یک جمع اچ. این یک جمع اچ که در این قسمت وضع کنه میشه یک جمع اچ مربع، یعنی تا به اینجا فهمیدیم که مرکبی اول نقطه کیو ما از یک جمع اچ. حال یک جمع اچ که مربع کنیم یک جمع دو اچ جمع اچ مربع میشه، کی میشه مرکبه دوم از این. خب دوستا، دوستای عزیز، ما میفهمیم که میل یک خط از وای دو منفی وای یک بر اکس دو منفی اکس یک. خب از این قسمت رو تو هم گفتم میتونیم دوستا که این البته میل یک خط است، درست؟ و ما میخواییم که میل امی خط پیدا کنیم، در میل از این تابع را پیدا کنیم از منحنی که به خط سرخ رسم کردیم در نقطه یک یک. بخاطر از این که میل پیدا کنیم از این خط پی و کیو کار میگیریم. دوستا مرکبه دوم اگر اینجا شما توجه کنین این چیز است، یعنی یک جمع دو اچ جمع اچ مربع، این منفی از فرمول و این یک دقیقاً اینی ای و یک ما از یک، اکس دوی ما چیز مرکبه از این مرکبه اولش یک از فرمول منفی از فرمول ای منفیس و ای هم یک. خب دوستا یک با یک تفریق میشه میمانه دو اچ مثبت اچ مربع. این قوس هم ضرور نیست که بنویسیم، اگر پس کنیم H با منفی با منفی میشه تفریق میمانه H.
اگر اچ ما مشترک بگیریم، در این قسمت مثلا من بنویسم دو جمع اچ، یک اچ مشترک گرفتم، اچ اچ با اچ کنسل میشه، پس مایل چند میشه؟ مایل میشه دو اچ، مایل دو اچ میشه. از این قاطر مایلش گرفتیم شد دو اچ. دوستان حال شما در نظر بگیریم که این نقطه کیو آرام آرام خود نزدیک میکنه به پی. وقتی که نقطه کیو خود به پی نزدیک میکنه، مانای گپ چیست؟ مانای گپ است که اینی خط اچ خود خرد کده میره، خرد کده میره، خرد کده میره، خود کوچک کده میره. وقتی که این خود کوچک کده میره بخوای که به پی برسه، یعنی چی؟ ما میخوایم بگویم که اچ تقرب میکنه به صفر، اچ خود تقرب میکنه به صفر. یعنی ای که اگر ما در این قسمت میگفتم که در این قسمت بیاین بگیریم لیمت اچ خود تقرب کنه به صفر، اچ خود به صفر نزدیک کنه، درست؟ لیمت میگیریم، لیمت طور که اچ خود به صفر تقرب بده. در اینجا هم دقیقا لیمت میگیریم، لیمت اچ متقرب است به صفر. دوستا اینجا اگه صفر وضع کنیم مساوی میشه به دو، یعنی لیمت از این تابه در نقطه یک یک مساوی است به دو، درست است دوستا؟ و دقیقا در درس گذشته هم اگه یادتان باشه ما کار کرده بودیم با استفاده در اون قسمت از عددا کار گرفته بودیم، این گونه شکل عمومی را کار نگرفتیم، عدد ماندیم و دیدیم هر قدر که کیو خود به پی نزدیک کرد جواب ما به چی خود نزدیک کرد؟ به دو نزدیک کرد. خب شاگردای عزیز، حالا اگر باز هم امی مثال در نظر بیاریم اف اکس مساوی اکس مربع، و این دفعه بخواهیم که مایل در نقطه یک و یک نه، در هر نقطه اختیاری پیدا کنیم، چه قسم عمل میکنیم؟ دوستای عزیز ما ایگونه عمل میکنیم که میگیم به عوض x اگر بنویسیم که x جمع h، x جمع h که مربع داره، اینجا در میتابع x بود پس x مربع، x جمع h بود x جمع h مربع، وقتی که مربعش هم کنیم میفهمیم x مربع جمع 2x h مثبت h مربع، درست؟ و لیمت مایل هم میفهمیم که مایل مساوی است به y2 منفی y1 x2 منفی x1. دوستا در تابع یک گپ خواهد من فهمیدین که اگر ما چی بنویسم y مساوی x مربع، چی بگویم f x مساوی x مربع، هر دوی از این عین گپ است، چی به y نشان بدین چی به f، چی بگوین تابع x چی بگوین y مساوی x مربع، یعنی این دو شکل از هم بفهمین که عین مانا میده، دو شکل متفاوت است، مانایش عین چیز است. اینجا میگیم که y مساوی است به 2x مربع، اینجا میگیم که تابع x مساوی است به x مربع. در اینجا y تابع x است، هر قیمت که x میگیره به ازای هر قیمتش y به خود قیمت نشان میده. اینجا هم مانایش است که تابع x، اینی قسمت تابع x است، به x قیمت بدین fx قیمت میگیره، چی fx بگین چی y بگین کدام فرق نمیکنه. در این قسمت من میتونم مطور بگم fx فرق نمی کنه، fx جمع h منفی fx x جمع h منفی x. خب دوستا چرا ما عوض y2 یه چیز هم میشته کنم؟ بخاطر اینی را میتونم y1 بگویم، حالت اول که x بود این قسمت y2، یعنی به عوض از این چیزا نوشتم به عوض fy fx x2، یعنی وقتی که x2 چرا که x جمع h، x1 یعنی x تنها. خب دوستای عزیز حال میتونیم به این ترتیب بگیریم که قیمتش x مربع جمع 2xh مثبت h مربع منفی عوض f x بگیریم x مربع x جمع h منفی x.
x با x تفریق، x مربع با x مربع تفریق میشه، m مساوی است. در این قسمت h مشترک میگیریم، 2x جمع h، یک h مشترک، این هم h. درست است دوستان؟ h با h اختصار، پس m ما مساوی است با 2x جمع h. میل ما این چیز میشه، ولی دوستا به یاد داشته باشین که اگر ما خط این پارابول رسم میکنم، فکر کنین من یک نقطه از این را در نظر گرفته بودم که بود PXY بود، و گفتم یک نقطه دیگه از این را در نظر میگیریم که Q امی X یک کم افزود شده درش H، در وقتی که کتی X افزود شود طبعا که کتی Y هم افزود میشه، مرکبه دومش میشه X مربع جمع 2XH جمع H مربع. این مثالی که کار میکنم دوستا دقیقا در ادامه مثال گذشته است، با این تفاوت که در اونجا قبلا ایره یک نقطه مشخص مانده بود یک و یک، و من کار میکنم حالا که ضرور نیست که ما در نقطه یک یک به هر نقطه، اگر تابع ما باشه که fx مساوی x مربع، به هر نقطه شما چه قسم مشتق پیدا کنم، نه تنها در یک نقطه یک و یکش، در هر نقطه اختیاریش، فرض مثال در نقطه 5 و 6 ما چه قسم پیدا کنم میله، ما باید از یک راهکار عمومی داشته باشم که در هر نقطه تابع بتانم که مشتق پیدا کنم. از این خاطر دوستا این دو نقطه را در نظر گرفتیم، و حال میگم که دقیقاً این نقطه Q اگر به نقطه P نزدیک شود، قسمی که در مثال گذشته گفتم، نقطه Q وقت به نقطه P نزدیک میشه که H کم شده بره. اگر h کاملا صفر شود، اگر h صفر شود، ببینین اینی قسمت صفر شود، اینی صفر شود، h صفر شود، صفر شود، دقیقا اینجا شما چی دارین؟ x دارین، اینجا هم x دارین، اینجا x مربع دارین کمو y، قیمت y x مربع است، h فرق نمی کنه، یعنی اینجا هم عین چیز داشته می باشین و اینجا هم عین چیز داشته می باشین. این در صورتی که h خرد شود، آنقدر خرد که بیخی تقرب به صفر کنه. پس اگر ما در همین قسمت، در این قسمت میگفتم لیمیت که h متقرب به صفر است، لیمیت میگرفتم که h متقرب به صفر، در اول به خاطر لیمیت نگرفتم که شما یک باری را تا اینجا بفهمین و بعدا اهمیت لیمیت بفهمین که ما چرا لیمیت میگیریم. حال اگر لیمیت ما نگیریم که اینجا h میمانه، ولی اگر لیمیت بگیریم، لیمیت اگر گرفته شود و لیمیت هم اچ هم تقرب به صفر کرده، یعنی اچ هم قدر کم میشه که بیخی به صفر نزدیک میشه، وقتی که اچ صفر شد مانای گپ چیز که پی به کیو میچسبه. پس اینجا کی را صفر بانیم، این میشه 2x، یعنی دوستا میل از این، میل از این تابع ما اگه باشه y مساوی به x مربع، میلش مساوی است به 2x. حال شما در هر نقطه میتونین که میل پیدا کنین، اگر x 1 بانین میل میشه 2، اگر x 2 بانین میل میشه 4، اگر x 3 بانین میل میشه 6، یعنی اگر این پارابول ما باشه، باشین دوستا یک کم خوبتر و منظمتر رسم شود، در نقطه یک اگر من مماس رسم کنم دوستا، به این معنا که میل از این مماس مساوی به، اگر من یک وضع کنم، یک دو دو، به این معنا که میل از این دوست. در نقطه چار دوستا اگر من مماس رسم کنم، میل این همی مماس و یعنی میل همی نقطه است، اگر من دو وضع کنم، چار وضع کنم، میفهمیم دوست، دو ضرب چار اشت، به این معنا که میل میشه اشت. به این ترتیب و به این تکنیک و به این راهکار دوستا، ما میتونیم که برای یک تابع در هر نقطه چی پیدا کنیم؟ میلش پیدا کنیم به هر شکل خط منحنی. خب دوستا
ادامه میدیم بحث خدا. خب دوستا، لیمیت را که میبینین، این لیمیت در حقیقت میله بر ما نشان میده، میله یک منحنی را در هر نقطه که خواسته باشیم با استفاده از این لیمیت ما محاسبه میکنیم، و این همین لیمیت در حقیقت مشتق است. خب به خاطر از اینکه بفهمین چه قسم از این ما استفاده میکنیم و مشتق میل یک منحنی را در یک نقطه پیدا میکنیم، یک مثال کار میکنیم. توجه کنین دوستا، فرض مثال اگر به ما داده شده باشه که fx مساوی است به x منفی x مربع، ما میخواییم که از این تابع را مشتقش میلش را پیدا کنیم دوستا. البته در نقطه 2 0. خب ما چیگونه عمل میکنیم دوستا؟ وقتی که اف اکس ما مساوی است به اکس منفی اکس مربع، پس اکس جمع اچ ما، جایی که اکس بود اکس جمع اچ میمانیم. مثلا اینجا اکس است، اکس جمع اچ میمانم منفی، اینجا اکس است میگذارم اکس جمع اچ مربع، x جمع h منفی، این را میفهمیم انکشاف داده میتانیم 2x h جمع h مربع منفی x مربع منفی 2x h منفی h مربع. خب دوستای عزیز، اگر چیز اختصار میشه کم میشد کم میکنیم، که کم نمیشد خودش را میگذاریم. لیمیت خدا مینویسیم، میگیم m ما مساویس اچ تقرب به صفر کده، به عوض از این قسمت خود ای را که داریم می نویسیم اکس جمع اچ منفی اکس مربع منفی 2 اکس اچ منفی اچ مربع. منفی از فرمول ای را دوستا، منفی از فرمول به خط آبی رنگ ما می نویسم. و اف اکس ما چیز دوستای عزیز؟ اف اکس ما اینجا داریم اکس منفی x مربع. به خاطر از اینکه دوستا بسیار طولانی نشه، این قوس اینجا پس میکنیم، این منفی را ضربش میکنیم، منفی ضرب از این منفی x، منفی ضرب از این منفی، این را مثبت میسازه. درست از دوستای معظم. و در مخرج داریم h. حال دوستا چیزی که منفی میشد قابل از این بود که منفی شود را کم میکنیم، منفی x مثبت x، x مربع منفی اکس مربع. درست از دوستای عزیز؟ و در صورت اچ مشترک میگیریم، اچ داریم، اچ مشترک گرفتیم، میمانه 1 منفی 2 اکس منفی اچ، یک اچ اینجا مان دوستا، بر اچ. اچ با اچ اختصار میشه، نگفتن امانه که در این قسمت هم لیمیت داریم که اچش متقرب است به صفر. پس ام ما مساویست به دوستا یک منفی دو اکس منفی اچ داریم، اچ متقرب است به صفر. اگر قیمت اچ بگذاریم صفر میشه، یک منفی دو اکس. پس دوستا حال هر قیمت که ما وضع کنیم، این بر ما عمومی، میل عمومیه امی تابع است. میل عمومی چند است؟ یک منفی دو اکس. بر اکس هر قیمت که شما بگذارین در امون نقطه از این تابع را میل برشتان میده. مثلا بر از ما خواسته که در نقطه اکس مساوی به دو میل چند میشه، اکس دو وضع کنین، اکس که دو وضع کنین میل چند میشه؟ یک منفی دو، یک دارین منفی چار، منفی چار، یک منفی چار منفی سه. پس در نقطه دو میل به شما میشه میل از این تابع، میل تابع اف اکس مساوی اکس منفی اکس مربع، میلش میشه منفی سه. خب دوستا، امیدوار هستم که درس امروز آموخته باشین. درس امروز ما در این قسمت خلاص میشه. نگفتن امان دوستا که من نیست کار خانگی در صفحه 46 باز سوالایی به شما داده، اونا کار کنین، در تفهیم بیشتر موضوع شما را کمک میکنه. و تا درس بعدی هم شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. اوقات شما بخیر.